خواستانه می خواهیم و این درس ها بسیار مهم است و بسیار خوشایند که برای تصویر به شما نشان داده میشه. فقط حرکات و یا امو موضوع یا امو مخرج بفهمین که جایش و یا محلش کجا است. رسیدیم به یکی از درس های مخارج که مخرج اول است. ما مخرج اول می خوانیم نشته است الف ماده، واو ماده، یای ماده. یعنی فهمیدیم که از مخرج اول سه حرف ما خارج میشه. اینه باید در نظر بگیریم که ما یک الف ماده داریم، یک خود الف داریم. یعنی از پیش ما مخلوط خلط نشه که اگر ما هر وقت که الف گفتم در فکر شما ای بیه که حتما از جوف دهن خارج میشه. نه خیر، حروف ماده محل خروجش فرق میکنه با خود حرفی که الف است و او یعنی ماده نیست. یعنی هم الف ماده داریم و هم الف غیر ماده. الف ماده قسمتی که نشان داده متوجه شده باشین فضای خالی دهن خوب سعی مکانش دیدین بازتر و یا خودتان وقتی بگوین ها ها، یعنی اگر الف ساکن است ما قلش فتحه که ای حرف مد گفته میشه الف ما، ما گفتیم هرگاه الف ساکن ما قلش فتحه باشه ای بنامه حروف مدهت میشه. یعنی الف مده ای نمی است که ساکن باشه ما قبلش فتحه. وقتی که میگین ها خوب دقت کرده باشین در دهنتون فضای زیاد ایجاد میشه. اینه میره تصویر کردن به این قسم شکلی که این خالیگاه هایی که میباشه از این خالیگاهی که هیچ دهن نه کام با زبان نه زبان با کام و دندان تماس نمی داشته باشه الف مده ادا میشه. گفته اول مخرج حروف مده است، یعنی مخرج اول ما حروف مده است. اگر کسی میخواد مخارج به ترتیب یاد کنه که 17 مخرج داریم، مخرج اول ما حروف مده است، واو مده است، یای مده. یعنی از مخرج اول تنها یک حرف خارج نمیشه، سه حرف الف مده، واو مده، یای مده. اینجا پس بر ما تذکر کردن که ما چی وقت میتونیم بگویم حروف مده است. میگه واو ساکن ما قبلش مذموم. میبینیم ساکن امی حرف واو است که هیچ زیر زبر نداره، ساکن است. ما قبلش چی است؟ ضمه. حرفی که ضمه داره به نام مذموم یاد میشه. یعنی خود این علامه پیش که در فارسی پیش میگیم به عربی ضمه میگن. اما حرفی که او حرکت داشته باشه به نام مضموم یاد میشه. در فارسی هم یعنی مذموم هم میگن مضموم. گفته واو ساکن ما قبلش مذموم یا ساکن، این بخش دیگه است، یا ساکن ما قبلش مکسور. میبینیم حرف بعدی ما یاست، یا ساکن است، هیچ حرکت نداره. اما ما قبلش یا پیش از خودش حرکت چی است؟ کسره. یعنی هرگاه یا ساکن باشه ما قبلش کسره باشه این چی است؟ یای مده است. حی حی، این قسم یک شکل هم میگیره. وقتی میگین حی یعنی هرگاه یا ساکن ما قبلش کسره را که دیدین، این قسم یک شکل که نی زیاد باز نمی باشه، به طور متوسط باز نمی باشه، از خالیگاه دهن خارج میشه، امو هوایی که خارج میشه حروف مده یا ادا میشه. بعد از اون میرسیم الف مده. گفته از خالیگاه دهان مثل این قسم ادا کرده که الف ساکن مقابلش فتحه، مثل که دوگاهش گفتیم الف ساکن مقابلش فتحه ای چی است؟ الف مده است. یعنی در کل این مخرج اول به یک مثال بر ما تشریح کرده که نو حی ها، نو از اینجا دیدین نو در قسمت اولش ما گفته بودیم که الف مده را خواندیم، ها دهن زیاد باز شد، دومش واو بود، سومش هم مثلا میتونیم نو گفتیم هی هی زیادتر تماس میگیره نسبتا دهن اوقدر زیاد باز نمیشه. یعنی سه حرف مخرج مده ما که از قسم حالت ها خالی نمی باشه، واو ساکن ما قبلش ضمه، یا ساکن ما قبلش کسره، الف ساکن ما قبلش فتحه. اینمی مثال دهی تصدیق میکنه که حروف مده از خالیگاه یا فضای که جوف بنام جوف همیت میشه خالیگاه دهن ادا میشه. خب مخرج اول ختم کردیم، میرسیم برای مخرج دوم. مخرج دوم بر ما نشان داده شده که همزه و هاست. گفته دوم مخرج همزه و ها از اخیر حلق است از طرف سینه. ما درس دیگه هم که ذکر کردیم گفتیم اگر از طرف اخیر حساب کنیم
چون اگر از اینجا حساب کنیم که به طرف بالا مخارجه، این قسمت اول حلق ما که به نام اول حلق یاد شوه، یا اگر اخیر بگیم که این طرف اگر بیم اخیر حلق ما چی ادا میشه؟ نزدیک به سینه اخیر، یعنی قسمت های اخیری که نزدیک به سینه است همزوها ادا میشه. ما گفتیم که مخرج به دقت وقت میشناسیم که الف ساکن ما قبلش فتحه باشه. مثلا اگر ما اینجا همزه را میخواییم بشناسیم، باید همزه را ساکن کنیم، ما قبلش همزه وصله بیاریم، ا. اینجا چی میفهمیم که از کجا ادا شد؟ از اخیر حلق، از اخیر حلق ما همزه خارج شد. یک حرف هم نیست، دو حرف از ها، همزه و ها از اخیر حلق ما خارج میشه. به مخرج سوم میرسیم. مخرج سوم عین و ح است که از وسط حلق. مخرج سوم چی است؟ عین و ح از وسط حلق، مثل ا، اح. اما قسم یک شکل که ما گفتیم حرف ساکن کنین، ما قبلش همزه وصله بیارین، به دقت میفهمین که مخرجش کجاست. مثل میگیم ا، اح، اح، قسمت وسط است. میرسیم به مخرج چهارم که غین و خواست. حالا باید بفهمیم که غین و خواست کجا ادا میشه؟ اول حلق. چون ما از طرف ای طرف رفتیم، اخیر گفته شد، وسط گفته شد، اول حلق رسیدیم. چون از طرف دهن ایساب گرفتن، وقتی را زیر اول حلق گفتن، دهی به تشویش نباشیم که چرا ما از اخیر به اول نمیم، از اول به اخیر میم، به خاطر که ای طرف آغاز نکردن. اول جوفا گفتیم، با ای طرف کامدیم، ای اول گفته میشه، ای دوم، ای آخیر. یعنی متفاوت بعضا تعبیر میداشته باشن، بعضا تا ای را اول میگن آخر حلقه. اما از هر طرف که شروع کنیم میتونیم کمو را اول بگیم، قسمت بعدیش آخر. اگر ای طرف پایین از طرف سینه شروع کنیم که مثلا اول حلق بگیم، وسط حلق، آخر، آخر حلق اقسم میشه. اما ایجا که گرفتن قسمت اخیر حلق گفتن، آن رسیدیم به اول حلق. از اینجا غین خواه ادا میشه، گفتیم مثل اغ، اغ، اخ. این قسم رنگه یک نشان داده شده، دیدین که یک قسمت ها به هم چسبیده، غین از اخیر حلق ما ادا شده. میرسیم به مخرج پنجم ما. نشان داده شده که حرف قاف است مخرج پنجم. از مخارجی که ما خواندیم، پنج مخرج فعلا خواندیم، که مخرج پنجم ما چی است؟ قاف. دیدین ای اخیر زبان به کام یا امو کوچکک که میگیم، به نام کوچکک هم یاد میشه، با او به تماس شده. گفته مخرج پنجم مخرج قاف است که از بیخ زبان و کام بالا، این بیخ زبان ما، این نوک زبان ما، این بیخ زبان ما به کام بالا ما که به تماس شده مخرج قاف ادا میشه، مثل اقو، اقو. خوب دقت کرده باشین، اخیر زبان به کام میچسبه، اخیر زبان به کام. رسیدیم به مخرج ششم. ما گفتیم ابده مخرج داریم، حالا مخرج ششم هم میبینیم که کدامش هست. مخرج ششم کام، گفتم شش مخرج کاف، یعنی ششم مخرج کاف زیر مخرج قاف از بیخ زبان. اینجا قاف بود، بعد از زیر مخرج، یعنی این طرف که بیم، کاف است. اگه خوب دقت کنین، وقتی میگیم اقو، اقو، کدام قسمت است؟ بیخ زبان. اما وقتی میگیم اک، کم از او پایین تر است، یعنی به طرف دهن چون میگیم نی، این قسمت تا این قسمت چه قفق داره؟ یعنی این قسمت است کم، این طرفش قاف ادا میشه، کاف ادا میشه. یعنی بسیار آسان، پایین مخرج قاف، کاف است. میرسیم به مخرج بعدی که به نام جیم، شین یا ادا میشه. این مخرج ششم بود، این مخرج هفتم است. اینجا علامه هفتش نامده، بخاطر تصویر نشان داده نشده، اما سه حرف از مخرج هفتم که بعد از شش هفت می، سه حرف داره. کدام؟ جیم، شین، یا. چه وقت بفهمیم که جیم ادا شد؟ اینجا هم گفتن که هفتم مخرج جیم و شین و یای غیر مده. گفتیم حروف مده جای مشخص داشت. از وسط زبان، از وسط زبان برابر آن از وسط بالا،
یعنی اینی وسط زبان است، این بیخ زبان بود، این نوک زبان، این وسطش اینجاست. وقتی که وسط زبان با کام به تماس شوه جیم ادا میشه، مثل اج اج. خوب دقت کرده باشین، وسط زبان با کام به شدت میچسبه، جیم ادا میشه و یک کم فاصله می داشته باشه وسط زبان به طرف کام بالا میشه، اما کم فاصله، شین ادا میشه، مثل اش اش. یا کست با فاصله بیشتر، خود تصویر نشان داده، چسبیده، کم فاصله، یکم بیشتر، از اینجا یا ادا میشه. مخرج هشتم حرف دات است. اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، کلش یاد بگیریم تا هفتم، هشتم شب بفهمیم که مخرج دات است. گفته هشتم مخرج دات از کناره زبان. ما اگر دست قیاس به زبان کنیم، چون هموار است، نوک زبان گفته میشه، اینی کناره گفته میشه، اینی کناره گفته میشه. به خاطر که ما دندان های ادراس گفتیم که 20 دندان است که در این قسمت ها موقعیت داشت، این دندان ها نشان داده، اینی دندان ها برام ادراس یاد میشد. گفته که از کناره زبان و از بیخ ادراس، ادراس بالا از جانب چپ و یا راست، چون بعضا حرف دات از جانب چپ ادا میکنن، بعضا از طرف راست، اما اکثرا اگر اشتباه نکنم از طرف چپ آسان‌تر میشه و از دو طرف هم اگه ادا کنید نور الا نور. وقتی میگین او او، این کناره زبانتان با این دندانهایتان که در این موقعیت قرار داره به نام ادراس 20 دندان میشه، باید کناره زبان به این دندانها تماس کنه. او او، این ثقیل‌ترین حرف است و روایت از حضرت عمر است، نفهم تا چی حد سندش درست است نیست، اما میگن بسیار ثقیل ادا میکردن و از هر دو طرف ادا میکردن، چون ما در برکت التجوید خوانده بودیم، حتی خون میشد میگفتن دندانای مبارک، زبانشان خون میشد که دندانهایشان تماس میکرد. از کناری زبان گفتیم که اینی دندانهای ادراس یاد میشد، کناری زبان با دندانهای ادراس خوب به شدت که تماس کنه حرف دات ادا میشه، مثل او. کوشش کنین که روبروی آینه یا جایی که خودتان ببینین و خوب سعی متوجه شوین که آیا حرف دات ادا کرده میتونین یا خیر. هرگاه دندان می طرف زبانتان یا یک قسمت های زبانتان به دندان های ادراستان یا به این قسمت های بیخ دندان هایتان خوب به تماس شوه به شدت، او یکم صدا طولانی تر می باشد، چون از اول مخرج تا آخر مخرج صدا می داشته باشه، یگانه حرف است که طولانی صدایش یعنی ویژگی خاص خودش ایجاد کرده به نام دندانهای ادراس که همراه کناری زبان به تماس می شد. و می رسیم به مخرج نهم. نشان داده شده که مخرج نهم لام است. گفته نهم مخرج لام از آخر دو پهلوی زبان، از آخری ای طرف که چونی ادراس بود ای طرف آمدیم، از اخیر دو طرف زبان. گفته مقابل لسه ضواحک. ما ضواحک گفتیم که در این قسمت هاست دندان که خنده میکنی معلوم میشه، با لسه نمی دندان هایی که مثلا در این قسمت هاست، این قسمت که ضواحک گفته میشه، جایی که خنده میکنی معلوم میشه، با لسه می دندان ها به تماس شود و البته که دندان های بالا لام ادا میشه به طور آسان. وقتی میگیم ال متوجه شده باشین نوک زبان دخالت نداره، فقط دو طرف کناری زبان با بالسی بالسی چی؟ ضواحک، بالسی ضواحک. یکی دندان ضواحک است که به یک قسمت گفتیم خندک میکنیم معلوم میشه، به این قسمت دلسیش یا بیره ما میگیم، به بیریش که به تماس شوه ال حرف لام ادا میشه. به شکل هم نشان داده این قسمت که رنگش به این طرف قسمت کمه آبیگه کسرمی نارنجیگه کام میگن نارنجی میگن بانجانی، به قسمت که لسه دندان ما که به تماس شد و چی آدم میشه؟ حرف لام. یعنی دو طرف زبان ما یا پهلوی زبان ما به می لسه دندان های دواحک به تماس شد و حرف لام ادا میشه. هر وقت که نمیتونستین فقط حرف ساکن ما قبلش فتحه بتین، ال دو قسمت زبان با لسک با تماس شوه حرف لام ادا میشه. این بود نو مخرجی که ما خواندیم. تا که هبده مخرجه میخوانیم
2 درس دیگه باقی مانده. تا دیدار بعدی، بدرود.